جلسه پیش بچه ها در مورد واژه‌ای صحبت کردیم به نام پیرایش یا به اصطلاح بالغ شدن رنای پیک و من یادآوری میکنم که این بحث بالغ شدن رنای پیک چند تا نکته مهم داره. یک، مال یاخته یوکاریوتیه. دو، گفتم مال رنای پیک واسه رنای دیگه نباید در نظر بگیرید. مثلا پس برای باکتری ایکولای نباید در نظر بگیرید چون یوکاریوتی نیست و هیچ رنای پیکی در یه باکتری مثل ایکولای و نمیدونم حالا موارد دیگهش استرپتوکوک عامل بیماری سینه پهلو این اتفاق واسش رخ نمیده. نکته بعدی هم که وجود داره این اتفاق گفتیم کجا رخ میده؟ داخل هسته این اتفاق رخ میده. بحث جدیدی که داریم در رابطه با شدت و میزان رونویسیه. خب نکته مهمی که وجود داره محصول رونویسی چیه؟ بچه ها محصول رونویسی اینجا یادداشت بکنید که چیه محصول رونویسی؟ محصول رونویسی چیه؟ کسایی که دیر میان صبر کنن دیگه. محصول رونویسی چیه؟ RNA. حالا این RNA میتونه tRNA باشه، rRNA باشه یا mRNA باشه. بچه ها این که میگید رنای نابالغه این همه شرط داره. یک یوکاریوت، دو mRNA باشه، سه هر mRNA هم بازم نه، حتی در یه یاخته یوکاریوتی. بنابراین یه حالت خاصی چا شامل میشه با. نکته ای که وجود داره بین اینها میگیم کدوماش محصول نهایی هستن. قبلا گفتیم rRNA و tRNA، در حالی که mRNA محصول نهایی نیست چون قراره چی بشه؟ ترجمه بشه. حالا ما میگیم بچه ها رونویسی میتونه محصولش محصول نهایی بیان ژن باشه یا نه محصول اولیه باشه بعد یه محصول نهایی بخواد بده. هر جوره که بخوایم در نظر بگیریم بچه ها، ما یک ژن را اگه نیازمند مقدار زیادی از میتونم بگم محصولات نهایی بیان ژن نیازمندش باشیم، نتیجه باید شدت رونویسی و مقدار رونویسی بره بالا. من از مثال کتاب استفاده نمی کنم، یه مثال ساده تر استفاده می کنم. یه تفاوت مهمه یاخته پاتنساز با لنفوسیت بی که اونا به وجود آورد در همین موضوعه. من میتونم بگم در یه یاخته پاتنساز کدوم ژن‌ها رونویسیشون شاید بشه گفت اصلا شروع شده یا بتونیم بگیم افزایش پیدا کرده، شدتش بالا رفته. حالا البته قبلش پاتن به شکل گیرنده حاضر میشده روی سطح طبق کتاب شما، ولی ما میگیم حالا این رونویسی بگیم افزایش پیدا کرده، میگیم ژن‌های تولید کننده پاتن رونویسیشون میره بالا. چرا؟ چون ما محصول نهاییشو میخوایم. پس یه قاعده کلی بچه ها، ما این بحث تنظیم بیان ژن از این طریق افزایش شدت و میزان رونویسی ها خیلی جا میتونیم مطرح بکنیم. یه مثال ساده دیگه من میتونم مطرح بکنم. مثال دیگه هم مثلا هورمون گاسترین. هورمون گاسترین رو سلای اصلی تاثیر میگذاره یا سلای کنار یا هر دوتا؟ میگیم هورمون گاسترون روی هر دو. رو سل اصلی دستور میداره، میگه چی کار بکن، میگه تولید چی افزایش بده، تولید چی ها میگه، میگه پپسینوژن افزایش بده. بنابراین قطعا من میتونم بگم گاسترین با اثری که روی یاخته هدفش میگذاره باعث افزایش شدت و میزان رونویسی میشه. آقا در یاخته کناری هم چنین اثری داره؟ به صورت غیر مستقیم بله میشه گفت. یعنی چی؟ ما میدونیم مثلا رو سلول کناری وقتی اثر میگذاره باعث افزایش ترشح اسید میشه، کاری به فاکتور داخلی نداره یا عامل داخلی. خب خود این اسید درسته یه پروتئین نیست، ولی ما میگیم برای تولید این اسید نیازمند فعالیت‌های آنزیمی هستیم. بنابراین به صورت غیر مستقیم ما میتونیم بگیم بله شما ممکنه محصولتون محصول پروتئینی باشه، ممکنه نباشه. یه مثال دیگه بزنم، مثلا پوشینه باکتری پروتئین نیست
ولی برای اینکه یه باکتری داشته باشه نیازمند پروتئینه. چرا؟ چون آنزیمایی میخواد که اینا بسازه. در مورد اسیده هم همینا میشه گفت. و اصلا به صورت یه قاعده یه کلی در سلول وقتی میخواد یه چیزی تولید بشه قطعا آنزیم میخواد. حالا من نمیگم هر واکنش نیازمند آنزیمه، ولی این مواردی که میدونیم میخوان تولید بشن نیازمند آنزیم هستن و بنابراین از این طریق میشه گفت. پس این یه بحث، اینا اصلا کتاب واردش نشده ولی خیلی مهمه. اتفاقا خیلی این بحث ترکیبیه که شما یه جایی میبینید یه محصول پروتئینی تحت یه عاملی افزایش پیدا میکنه شدتش، شدت تولیدش، پس نتیجه گیری میزان رونویسیش رفته بالا. بچه ها یه نکته هم یادتون باشه، اگه شما دی ان ای نداشته باشه رونویسی نداره. تو بدن ما کدوم یاخت اصلا رونویسی نداره و بنابراین تحت تاثیر هیچی شدت رونویسی گلوبولای قرمز بالغ، گلوبولای قرمز بالغ ما اصلا رونویسی ندارن چون اصلا دی ان ای ندارن، نه هسته دارن نه خارج از کتاب. بدون یکم بخوایم بگیم میتوکندری. اینجا یه موضوع دیگه را مطرح کرد. ببینیم موضوعش چیه. به طور کلی میزان رونویسی یک ژن به مقدار نیاز یاخته به فراورده های اون بستگی داره. حالا اومده این فراورده را نورده، مثالش ها سمت پروتئین، سمت RNA ورده و یه قاعده گفته که خیلی خوب میشه ازش استفاده کرد. فوق‌العاده این قاعده ترکیبیه و اون قاعده چیه؟ میگه یاخته های تازه تقسیم شده، یعنی یاخته هایی که سرعت تقسیم بالایی دارن و در حال تقسیمه، اینها ژن های سازنده RNA درشون بسیار فعاله چون تعداد زیادی از این نوع RNA یا باید بسازه. خب اینجا وقتی میگه یاخته تقسیم شده چنین وضعیتی داره، شما سریع میتونید برید دوران جنینی انسان رو بررسی کنید و مثلا بیاید بگید تو مراحل اولی از این واژه های مثلا مرحله امورولایی بلاستولایی اینا رو استفاده بکنید، بگی نسبت به زمانی که سورفاکتان ترشح میشه یا HCG ترشح میشه یا زمان ترشح HCG یا بیای مقایسه بکنه با زمان ترشح سورفاکتان یا اثر هورمون اریتروپویتین رو بررسی بکنه روی مغز قرمز استخوان روی سلای بنیادیش، بگید باعث میشه تولید RNA درشون افزایش پیدا بکنه. چرا؟ چون تقسیمات شدتش میره بالا. در این نوع ژن ها همزمان تعداد، حالا بچه ها ما میخوایم سرعت بره بالا، توی همانند سازی DNA خطی یاخته های یوکاریوتی دقت بکنید، شما سرعت ها در باکتری ها برای همانند سازی نمیتونی بالا ببرید. چرا؟ چون فیکسه. اگه یه نقطه شروع داره همین یه نقطه شروع، اگه هم چند تا همین چند تا فیکسه، ولی در یوکاریوتی چندین نقطه شروع میتونی تعدادش رو ببری بالا. در یاخت‌های یوکاریوتی برای اینکه سرعت همانند سازی بره بالا، همین الان خودم گفتم چه اتفاقی رخ میداد، تعداد نقاط شروع میتونست بره بالا. این یه روش افزایش سرعت بود، ولی تو بحث چی بود؟ همانند سازی. حالا ما اینجا افزایش سرعت توی بحث رونویسی ها داریم، حتی بچه ها ما بعدن یه بحث مهمتری داریم، افزایش سرعت توی ساخت پروتئین یا به عبارت دیگه ترجمه. ببینیم اونجا چه اتفاقی میتونه رخ بده و اونجا یه جنبندی کل اینا را خواهیم داشت. میگه آقا میخوام تعداد زیادی RNA تولید بشه، روش هاش به چه صورته؟ یکی از روش های مهمش شاید اصلی ترینش اینه، همزمان تعداد زیادی رنابسپاراز از ژن رو نویسی کنه. بچه ها شما یه جمعیت زیاد دارید، یه سلف سرویس، و توی زمان محدود میخوای این جمعیت زیاد غذا بدی. آیا میگی تک به تک یه نفر بیاد بره تا آخر، بعد نفر بعدی شروع کنه، این که تا شب طول میکشه دیگه، از نهار میخورن به شام. ما میگیم نه آقا، بیا پشت سر هم ردیف بشین قطاری، اولی سینیا برمیداره، تارف خاشوخ چنگالا برداره، دومی میاد سینیا برمیداره، این رفت برنج بریزه، اولی رفت برنج بریزه، دومیه داره قاشق چنگال برمیداره، سومیه داره چکار میکنه؟ سینی برمیداره و همین جور میرن به سمت جلو، قطار پشت سر هم ردیف میشن. اینا ما میگیم اتصال همزمان تعداد زیادی رنابسپاراز به یک ژن یا همزمانی رونویسی
از یک ژن توسط چندین بنا میگم بنا رنا بسپاراز. به این دلیل که در هر زمان رنا بسپاراز ها در مراحل مختلفی از رونویسی هستند و خیلی تو شکل مشخصه من فکر میکنم. مثلا شما اینجا را بیاید نگاه بکنید، نقطه شماره یک ها، این نقطه شماره یک رنا بسپارازاش تازه اومدن شروع کرد، نقطه شماره دو زودتر اومده بودن، یه مقدار آرنهشون بلندتره. میریم سه، چار، پنج، مثلا به نقطه یه ده برسیم، دیگه اونیه که دسرم برداشته و یه مقدارم تو جیبش ریخته بود، دیگه رسیده به جلوی صف، میگن دیگه آقا خوش اومدید بفرما، دیگه نمیخواد تو جیب آدم پر کنی، پلاستیک آدم پر کردی و بردی، این آخری حساب میشه. پس اولا یه قاعده، یه سوال خیلی ساده پرسیده، گفته آقا اینجا جهت رونویسی از کجا به کجاست، مثلا اینه بگیم جهت سلف سرویس از کجا به کجاست، خب بگید از کجاست به کجا، چپ به راست یا راست به سمت چپ، جهت رونویسی چپ راسته دیگه، چرا با شک، خیلی مشخصه از سمت چپ به سمت راست. بچه ها به این ساختار حالا معروفه میگن ساختار پرمانند. نکته دیگه آقا بالا و پایین مثلا این رنا قرار میگن، نه بچه ها این یه شکل سه بعدی باید در نظر بگیرید، در فضای اطراف این دمهای رنایی به این رنا بسپارازا متصلن پخشن، ما یه مقطعی ازش داریم میبینیم، مثل چشم. بعضی ها میگفتن آقا دوتا ماهیچه موجگانی داره، میگفتیم نه این ماهیچه موجگانی یه حلقه از شما داری، یه برش میبینی بالا و پایینش ها میبینی، این هم داری بالا و پایینش ها میبینی، در حالی که این به صورت سه بعدی در زیر میکروسکوپ الکترونی اندازه رنا ساخته شده متفاوت دیده میشه، در این تصویر رنا از کوتاه به بلند دیده میشوند و میگه جهت رونویسی رو مشخص بکن. بچه ها این شکل خیلی نکته از توش در میاد، من یه تعدادش رو مطرح بکنم. مثلا من ژن ایا در نظر میگیرم، ژن بی، بچه ها اگه ژن ای رنا بسپارازش نوع یک باشه، ژن بی نوع چنده؟ ژن ای نوع یک مثلا، ژن بی نوع چنده؟ رنا بسپارازایی که مربوط به ژن بی هستن مربوط به نوع چنده؟ ژن A نوع یک، این نوع یک رنا بسپارازش. کس جواب نمیده؟ سلام، ژن B نوع چنده های راحت؟ نوع یک، هرچی میتونه باشه. آی مجیری درست دارید میگید، ولی 90% درست دارید میگید، هرچی نمیتونه باشه، یا یک یا دو یا سه. آقا این که شد هرچی، نه هرچی نشو پروکاریوتی نیست قطعا. حله؟ اگه این نوع یک بود، اگه این نوع یک بود قطعا اون یکی از این سه نوعه. آقا این اتفاق فقط مال یوکاریوتی؟ نه، اگه این پروکاریوتی بود بچه ها اون یکی هم قطعا چیه؟ اگه این رنا بسپاراز پروکاریوتی بودن اینجا، اون یکی هم قطعا چی بود؟ پروکاریوتی بود. اصلا ربطی به یوکاریوت و پروکاریوت نداره، ربطی به این موضوع نداره. خب پس این همزمانی اتصال بچه ها بحث یوکاریوت و پروکاریوتی نیست، بحث مشترکه. این نکته خیلی مهمه و تاکید میکنم این میتونه مثلا نوع یک باشه، اون یکی نوع دو باشه، یا اون یکی نوع یک باشه، ولی یادتون باشه اگه یکیش یک بود اون یکی پروکاریوتی نیست، اگه یکیش یک بود قطعا این دی ان ای چه ویژگی هایی داره، یه صفحه میشه ویژگی گفت، ولی اصلی ترینش رو بگید، اگه نوع یک و دو مطرح بود این دی ان ای چه ویژگی داره؟ خطیه،
خطی. بچه ها من هیچ عجله این ندارم این دوتا فصل را تموم کنم. چرا؟ پر از نکته است که میدونم بعدا توش گیر میفتی و تا جایی که فرصت داریم نکاتش را مطرح کنیم بهتره. حالا به من بعضی تعطیلی ها خوردم سا. ولی مشکلی نیست، نگران نباشه سر این موضوع، من عجله نمی کنم. خب بچه ها بریم سراغ راه انداز ها. جنه ای راه اندازش کجاست؟ بگید سمت چپ یا سمت راست؟ راه اندازش سمت چپه، سمت چپ با پی مشخص میکنه. نمیدونم تو کلاس شما بود فکر کنم حواسم نبود گفتم با او مشخص میکنیم و گفتیم اپراتور، نه اشتباس، با پی پروموتور اسلام بشون. بنابراین راه اندازه ژن بی کجاست؟ راه اندازه ژن بی بچه ها بازم سمت چپشه، درسته؟ پس یه نتیجه گیری، راه انداز ژن بی در توالی بین ژنی ها. حل راه انداز ژن بی در توالی بین ژنی قرار داره. و بازم یه نکته مهم، مثلا بین این دوتا ژن ما حد اقل باید یه دونه راه انداز در نظر بگیریم. آقا چرا حد اقل یه دونه؟ بچه ما که نمیدونیم این وسط های ژنی هست یا نیست، فعلا ممکنه رو نویسی نشه، ممکنه بیش از یه دونه راه انداز باشه، ولی ما یکیشا مطمئنیم مربوط به اینه، مربوط به اینه. قبلا هم بچه‌ها یه قاعده خیلی مهمی گفتیم، گفتیم بین دو تا ژن مجاور تعداد راه اندازا میتونه یکی باشه، دو تا باشه یا هیچی نباشه. اگه یکی بود مثل الان رنا و اسفارازا چه جوری حرکت میکنن؟ همجهت. اگه هیچی نبود رنا و اسفارازا به سمت هم، اگه دوتا بود رنا و اسفارازا از هم دیگه چی میشن؟ دور میشن. این یه قاعده خیلی مهمه. خب بچه ها تو این نقطه ای که من دایره میکشم چه قندی مشاهده میکنیم؟ سوال شما اینجا ریبوز مشاهده میکنیم. بچه ها اینجا رناس، دقت بکنید، اینجا شما ریبوز میتونی پیدا بکنید، نه دیوکسیریبوز. اینجایی که من مشخص کردم شما نمیتونید بازعالی تیمین پیدا بکنید. بچه ها یه سوال انومین بار جواب میدیم، راه انداز رو نویسی بگید. راه انداز رو نویسی نمیشه، توالی پایان رو نویسی رو نویسی میشه. این برای انومین با. خب اینم تا اینجای مطلب. دیگه من مورد خاصی نمیبینم که بخوام مطرح بکنم. بچه ها من اصل موضوع گفتم دیگه، حالا جملات زیادی از اینجا برمیاد، باید دقت بکنید که اون جمله داره چی مطرح میکنه. بریم سراغ مطلب بعدیمون، به سوی پروتئین هست. ترانه هست میگه به سوی تو، شازیدی خونده نمیدونم، فکر کنم یا یه نفر دیگه، ولی خیلی هم قشنگ. این به سوی پروتئینه. بچه ها توی این گفتار میاد میگه آقا ما RNA و tRNA یا میدونیم که محصول نهایی هستن، ولی mRNA نیست و قراره توی این گفتار توضیح بدیم چجوری از روش پروتئین ساخته بشه. پولیپپتید ها از مهمترین، نه مهمترین باشه، بچه ها همشون مهم هم. به قولی همشون میگن ما را نگو مهم نیستی، ما را دور ننداز. از مهمترین فراورده های ژن ها هستن. تأکید میکنم mRNA هم فراورده ژن حساب میشه، ولی فراورده اولی است. فراورده نهاییش چیه؟ همین پولیپپتید. ولی ما فراورده های نهایی دیگه مثل آرانه، تیارانه، آرانه های کوچک حتی، که توی آخره گفتار بعدی در موردش صحبت میکنه. پروتئین ها اعمال مختلفی دارن. بچه ها کلن میتونیم بگیم هرچه اتفاق، حالا نمیشه گفت هرچه، ولی بیشتر اتفاقات زیر سر پروتئین هاست، اینقدر اینا کارهای متنوعی انجام میدن که تو زمان گریفیت و حتی ایوری اولین گزینه ماده وراثتی واسه شون چی بود؟ پروتئین. و اولین آزمایش آقای ایوری آنزیم تجزیه کننده چی استفاده کرد؟ همین پروتئین.
بچه ها یه جمله خیلی مهمی آخر فصل یک داشتید. پروتئین ها از نظر ساختار و عمل کرد متنوع ترین مولکول های زیستی محسوب میشن. از نظر ساختار و عمل کرد. بچه ها این جملات، این موضوع خیلی تکراریه، ولی جملاتی که خاص یه نوع مولکول هن خیلی اهمیت دارن اینجور جملات. و بهشون خیلی توجه بکنی. تا یه طراح این جمله رو میبینه میگه اه چه جمله خوبیه، باقاش یه تست بسازم، خیلی راحت هم میشه ساخت. خب میگه برخیش رو قبل هم آشنا شدید و چگونه ژن ها و پروتئین های حاصلشون صفات ها ایجاد میکنن. بچه ها بحث رابطه یه ژن و صفت ها توی فصل بعد میخونیم که در آینده بررسی میشه. حالا ما خواهم ببینیم اطلاعات وراثتی رنا چگونه به پروتئین تبدیل میشه. خب بچه ها قبل از اینکه موضوع جدید رو مطرح بکنیم، من یه یادآوری میکنم که ما اگه یک ژن داشته باشیم، این مثلا از اینجا تا اینجا یک ژن باشه، خب یه رشته یه رمزگذار داره، رمزگذار یه رشته یه الگو. بچه ها ما توی رشته یه توی حالا میتونیم بگیم رشته یه الگومون، بله، حد اکثر چند نوکلئوتید میبینیم؟ چند نوکلئوتید میبینیم حد اکثر؟ چهارم. مثلا بگیم A, T, C, C, G، دوباره C, A. تا اینجا درست؟ خب حالا نکته ای که وجود داره بچه ها، من میتونم بگم DNA و مخصوصا ژن هاش مثل کتابی هستن که حروفشون نوکلئوتیدان. چند نوع حرف داریم؟ چهار نوع حرف. بنابراین این یه زبانی هست با چهار نوع حرف. حالا از روی این الگو میاد چی ساخته میشه با رابطه مکملی؟ RNA ساخته میشه. فعلا مد نظرمون بچه ها mRNA هست. mRNA. که این هم mRNA هم از چند نوع نوکلئوتید حد اکثر تشکیل شده؟ چهار نوع. و ما میتونیم بگیم این عملی که الان صورت میگیره تا mRNA تولید بشه رونویسیه، چون هر دوی اینا بچه ها زبانشون زبان نوکلئوتیدیه. درسته نوکلئوتیداشون با هم فرق داره، اون دیوکسی این ریبو، ولی میگیم زبان جفتشون نوکلئوتیدیه. ولی این mRNA قراره ترجمه بشه و از روش چی ساخته بشه؟ پولیپپتید. پولیپپتید زبانش زبانه چیه؟ زبانه آمینو اسیدیه. به همین جهت ساخت پولیپپتیدا ما میگیم ترنسلیشن یا ترجمه. اسم علمیش ترنسلیشنه، من هم اینطوری نمیگم. پس ترجمه یا ترنسلیشن اینجا به کار برده میشه. بچه یه مثال ساده بزنم. شما فرض بگین یه آشپزی هست میخواد یه غذایی درست کنه، 29 مصالح نیاز داره. چون ما میدونیم پولیپپتیدا چند نوع آمینو اسید در ساختارشون به کار میره، حد اکثر 29 به کار میره، 29 آمینو اسید. بچه ها دقت بکنید تعداد انواع آمینو اسیدمون در طبیعت از این 29 بیشتره. با تو اینترنت سرچ بکنیم میبینی بیش از 109 داریم، ولی در ساختار پولیپپتیدا هم 29 حد اکثر به کار. خب ما میگیم آشپزه چهار تا حرف هم بیشتر نداره، A, T, C, G. مثلا این ژن قراره دستور بده چه آمینو اسیدهایی بیان، اولی آمینو اسید چی بیاد. مثل این کتاب آشپزی به شما میگه مثلا اولیش لوبیا بیاد، نخود بیاد یا هرچی. خب ما میگیم بچه ها نگاه بکنید A یا بگذاره برای نخود، مثلا میخواد آش رشته درست بکن، A یا برای نخود، T یا بگذاره توی ژن دارم صحبت میکنم، میتونی توی mRNA هم صحبت بکنیم، به جای T بگید U، خیلی این موضوع فرقی نمیاد. T هم بگذاره برای لوبیا، مثلا C هم بگذاره برای رشته، G هم برای آب، حالا میخواد بگه نمک بیار، چی بگه؟ هیچی، تموم شد. تموم شد. چرا؟ چون چهار نوع کلمه بیشتر نداشت. به همین جهت ما میگیم این آشپز
نباید رمزایی که استفاده میکنه یک حرفی باشه، چون یک حرفی چهار نو بیشتر نمیتونه تولید بکنه. خب آقا اگه دو حرفی باشه، مثلا بیاد بگه ای و تی با هم دیگه در نظر بگیریم، بگیم آقا ای تی وی آر لو بی آر ای سی وی آر نو خود، و به این صورت پیش بریم. بچه اگه دو حرفی در نظر بگیریم میشه چند نوع کلمه؟ 16 نوع کلمه میشه. 4 ضرب در 4. این موضوع تکراریه ولی اهمیتش واسه من زیاده. حالا ما میگیم آقا 16 تا هم کم میاد، بنابراین رمزامون بهتره چند حرفی باشم؟ 3 حرفی، 64 تا. بچه ها وقتی 64 نوع کلمه شما بتونی بسازی ولی 20 نوع مصالح داشته باشی، دستت بازه که بتونی برای آمینو اسیدها بیش از یک دونه یک نوع رمز داشته باشه. به همین جهت ما میگیم اغلب آمینو اسیدها بیش از یک نوع رمز دارن از یه طرف، و از طرف دیگه چرا اغلب میگم؟ مثلا آمینو اسید متیونین میگیم یه دونه رمز داره. خب این یه بحث، بحث اولیم. بچه ها واژه‌هایی ما استفاده میکنیم به نام رمز، رمز پاد رمز. من فارسی شده را استفاده میکنم، بد نیست این واژه هایی که استفاده کرد. وقتی رمز استفاده میشه، اولا واژه رمز بچه ها خیلی کلیه ولی عمدتا روی دی ان ای و ژن استفاده میشه، ولی شما میتونید، خیلی ایرادی نداره، حتی روی آر ان ای من دیدم بعضی رو به کار میبرن، ایرادی نداره، ولی واژه های رمز و پاد رمز را شما نمیتونید این کار اونا دیگه مخصوصا. به چه صورت؟ ما میگیم آقا اینجا اگه دی ان امون باشه و ژنمون باشه، اگه الگوها در نظر بگیریم، سه تا نوکلئوتیدش میان یه رمز میسازن توی اون توالی ژنیم. مثلا A آقا این یه رمز توی رشته الگوی ژن هست. خب حالا از روی این چی ساخته میشه؟ mRNA از روی رشته الگو. بنابراین نتیجه گیری میکنم U این میشه رمز، این میشه چی؟ رمزه. بچه ها ما 64 نوع رمز داریم، 64 نوع هم چی داریم؟ رمزه داره. بعد این رمز آقا علامته چیه؟ بچه ها همه رمزه ها را نیاز ندارید حفظ بکنید، ولی یه سریش هم میگم کدوم ها را باید حفظ کنید. میریم یو 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 ها نگاه میکنیم، چون این جدول بر اساس چیه؟ بر اساس mRNA. این بالا پیداش میکنیم، مربوط به چه آمینو اسیدیه؟ یو 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 فنیل آلانی. آقا یو یو سی هم مربوط به فنیل آلانین هست. بله، اگر اینجا دقت بکنید بیشتر آمینو اسید ها بیش از یک میتونم بگم رمزه دارن، فقط یه دونش هست اینجا متیونین که تک رمزه ای هست، آیو جی. بچه ها متیونین میگیم رمزش آیو جیه، یعنی رو ام آر ان ای اون حالا میتونیم بگیم رمزه ای که داره آیو جیه. توی رشته الگو چی بوده؟ توی رشته الگوش چی بوده؟ رشته الگوی ژنش چی بوده؟ TAC. حالا بگید رشته رمزگذار چی بوده؟ تو رشته رمزگذار توالیش چی بوده؟ ATG. بچه ها برای اینکه از یک رمزه mRNA برسید به رشته رمزگذار، فقط کافیه اگه یو دیدید به چی تبدیل کنی؟ تی. اگه هم ندیدید که ندیدید خودشه، اگه هم ندیدید که خودشه، چون مکمل مکمل یه چیز مثل خودش میشه دیگه، مکمل مکمل کلید میشه کلید. خب برگردیم به بحث قبلیمون. تبدیل زبان نوکلئیک اسیدی یا زبانی که با حروف نوکلئوتیدی هست به زبان پلی‌پپتیدی، زبانی که حروفش آمینو اسید هستن، این زبان حروفش نوکلئوتیدان، این زبان حروفش آمینو اسید. دانستید که در فرآیند رونویسی از روی توالی های دی ان ای آر ان ای ساخته میشه، هر دو از نوکلئوتید تشکیل شدن، پس زبانشون یکیه، پس وقتی آر ان ای میسازی ترجمه ای نداره.
ولی در ساختار پلیپپتیدا آمینو اسید وجود داره. به ساخته شدن پلیپپتید از روی اطلاعات رنای پیک میگن ترنسلیشن یا ترجمه، که طرح ساده از این موضوع میبینیم. خب بچه ها، این شکل یه طرحه، ولی اگه مثلا به شما میگفتن آقا این اتفاق در حال رخ دادنه، قطعا این اتفاق مربوط به یه دی ان ای خطی نیست. کسی میتونه بگه چرا؟ اگه این اتفاق در حال وقوع بود، قطعا این دی ان ای خطی نبود. چرا؟ اگه کل این اتفاق در حال وقوع بود، کل این اتفاق، قطعا این دی ان ای خطی نبود. کسی میتونه بگه چرا؟ چون مکان ترجمه با رونویسی ها، الان میگم این طرح با این منظورش اینه بگی یکیه با، ولی میگم فرض کنید هم این اتفاقات گفتن آ در یه محل در حال انجامه، آیا این محل میتونه هسته باشه؟ نمیتونه. به عبارت دیگه بعد این موضوع مطرح میکنیم که در مورد یاخته یوکاریوتی ژن های داخل هسته، رونویسیشون از ترجمه کاملا جدا. در یاخته پروکاریوتی اینجوری مرزبندی نداره و حتی میتونن همزمان با رونویسی ترجمه صورت بگیره. بچه ها، یه نکته ای که قبلا تاکید کردم باز هم اینجا تکرار میکنم، این نکته مهم اینه که مثلا ما میگیم آقا این رشته چیه؟ الگو. رشته الگومون بچه ها اگه میخواد رمزگذار و رنای تولید شده از نظر توالی باز عالی مثل هم باشن، الگومون چی نباید داشته باشه؟ ما میخوایم رمزگذار و آرنای تولید شده بازای عالیشون مثل هم باشن. قندشون که نمیتونه، قند آرنای که میگیم قطعا چیه؟ ریبوز، قند رشته رمزگذار دیوکسی ریبوزه. پس آ نباید داشته باشیم. مثلا من میتونم بگم بچه ها از اینجا تا اینجا تو رشته الگو من آ ندارم، نگاه کنید ندارم. حالا نکته ای که وجود داره، اگه دقت بکنید اون بالا، اون باکس بالایی که من میبندم چه وضعیتی داره؟ خیلی واضح داره میگه آقا رمزگذار با آرنه ای ساخته شده دقیقا توالی بازالی مشابهی داره. چرا؟ چون اینجا آ نداریم. وقتی آ نداریم مکمل دوگانه نمیشه که بخواد یکیش تی باشه یکیش یو. ولی اینجا که آ داری، با یه رنگ دیگه مشخص میکنم، اینجا که آ داری، خب مکملش حالت دوگانه پیدا میکنه. چرا؟ چون مکملش توی RNA میشه U، توی DNA میشه T. ولی تأکید میکنم که این نوکلئوتیدایی که این بالا میبینید با این نوکلئوتیدایی که این طرف میبینید از نظر قندشون قطعا با هم دیگه متفاوت. این موضوع. موضوع دیگه ای که وجود داره در رابطه با این شکل، اینجا داره ساخته بچه ها پولیپپتیدا نشون میده. اولی آمینو اسید شاید بعضی ها پیشخوانی کرده باشید که رمزه اول اینا باعث میشه وقتی ترجمه میشه تولید بشه، تولید که نه، بیاد قرار بگیره. اولی آمینو اسید بچه ها چیه اینجا؟ اولی آمینو اسید یه قاعده کلی داریم توی پولیپپتیدا، میگیم متیونینه. درست؟ بچه ها پارسال توی یکی از تستا به این قسمت شکل گیر داده بودن که بدونید همه شکل ها تمام ریز نکاتش رو باید دقت بکنید. بچه ها ما میدونیم یه زنجیره پولیپپتیدی یه سر آمینا آزاد داره یه سر کربوکسیل آزاد. سوال اینجا مطرح میشه متیونین آغازی چیش آزاده؟ آمینش. بچه ها آمین متیونین، پس متیونین چیش آزاده؟ آمینش. این یه نکته. نکته بعدی که به نظر من بازم اونم خیلی مهمه اینه، اگه یادتون باشه بچه ها، چه تو همون انسازی چه رو نویسی، نوکلئوتیدی که میاد با اوهاش قندش میاد وصل بشه به زنجیره یا با فسفاتش، این یه مقدار خارج از کتابه با، ولی گفتم میشه برداشت کرد از کتاب، با چیش میاد وصل بشه؟
با فسفاتش میاد. و اگه یادتون باشه گفتیم ما جهت ساخت رشته اصطلاحا میگن از 5 پریم به 3 پریمه، یعنی ما میتونیم بگیم مثلا این رشته آرنه که داره ساخته میشه فسفات آزادش اون طرفی قرار داره که چیزی اضافه نمیشه، این طرف که چیزی اضافه میشه او هاشه مربوط به کربن شماره 3 قرار داره به صورت آزاد و نوکلوتید بعدی میاد این سر اضافه میشه. بچه این موضوع اینجا هم قابل تره. به چه صورت؟ آمینو اسیدی که چی میاد اضافه میشه با چیش میاد اضافه میشه؟ آمینو اسید جدید میخواد اضافه بشه با آمینش. بچه ها اینم تو ذهنتون بسپارید، با آمینش میاد دوباره جفتش میداره، با آمین میاد، پس با آمینش میاد اضافه میشه. به چی اضافه میشه؟ به کربوکسیلی که اینجا قرار داره و پیوند پپتیدیا تشکیل میده. پس هر آمینو اسید جدیدی که میاد، این خیلی مهمه، تو بحث بعدی ما میتونیم ازش استفاده بکنیم، با آمینش میاد اضافه میشه. بچه ها من بازم میگم تکراریه موضوع، این دو فصل مخصوصا از اینجا به بعدی که پر از نکته است، از یه جایی به بعد کتابتون مترجم میشید اینقدر نکته شکلی و اینجور مسائل نداره، اونجا یه خورده سرعت اون بیشتر میشه، ولی اینجا مجبوریم تمام نکات رو بگیم و پیش بریم. بچه ها یه زنجیره پلی پپتیدیه، چند تا پیوند پپتیدی اینجا وجود داره دیگه، اینا خیلی ساده است. چند تا پیوند پپتیدی وجود داره؟ 1 2 3 4 5، چون 6 تا آمینو اسیده، بنابراین اون بحث انمن ها یکم یادتون باشه. خب بریم سراغ موضوع بعدی، توالی های سنوکلوتیدی. بچه های تو رنای پیک تعیین میکنن کدام آمینو اسید در ساختار پلی پپتید قرار بگیره. به این توالی ها میگن رمزه یا کدوم. دریافت 64 نوع رمز وجود داره. بچه ها توی رشته الگوتون هم 64 نوع رمز داره. نکته قابل توجه این است که رمزه یا آمینو اسید ها بچه ها در جانداران یکسانه. یعنی چی؟ بچه ها IUG در سلولای شما میگه متیونین بیاد، در باکتری هم میگه متیونین، در درخت کاج هم میگه متیونین، دایناسورایی که چند ده میلیون سال پیش زندگی میکردن در اونها هم میگفت متیونین بیاد. این میشه مفهوم این جمله. پس در تمام جانداران IUG یعنی متیونین و به همین صورت واسه بقیه رمزا در نظر میگه. این چه واقعیتی را میرسونه؟ حالا کتاب نمیدونم خود نویسنده دنبال چی بوده، ولی برداشته من نوعینی خیلی فرصت ندارم از شما تو این جواب استفاده بکنم، برداشته خود من اینه ما تافته جدا بافته نیستیم بچه، اون خلقت مشترک که حالا میتونم بگم عمرش به 3.5 میلیارد سال پیش اولین سلولا برمیگرده، نشون میده این مسیر به صورت مشترک بوده. حالا ما از یه جای جدا شدیم از اینا و پیشرفتایی کردیم، ولی البته بمانه داریم الان پس رفتایی میکنه. یعنی آدمی زاد به نظر من از یه جای دیگه شروع کرد از یه نظرهای پس رفت بکنه و اینا ما تو مسائل اخلاقی میبینیم که این اتفاق رخ داده، ولی از نظر جسمی نه. خب بچه ها بریم سراغ ستا رمزه دیگه که باید حفظ کنیم. اگه کتاب میگه حفظ نکنید به خدا بهش گوش نکنید تو این ستا مورد و اون یه مورد دیگه، این 4 تا را حفظ کنید. UAG UGA UAA بچه ها این سه تا چی هن؟ این کلمات کلماتی هستن که یه بنای آشپز آخر سر میگه و السلام علیکم و رحمت الله، میگن این کدوم مصالح این ساختمونه یا نخود لوبیا، میگه نه دیگه تموم شد برچنیم بریم. این سه تا UAA UGA UAG، پس بچه ها اینا هیچ آمینو اسیدی یا رمز نمی و السلام علیکم که دیگه نمیگه مصالح آشپزی یا بیار، نمیگه نمک بیار فلفل بیار، یعنی تموم شد دیگه برید دنبال کار زندگی تو، هر چی بود تموم شد. هیچ آمینو اسیدی را رمز نمی کنن و خیلی مهمه که بچه ها اینا ترجمه نمیشه. ترجمه یعنی چی؟ یعنی میگفت یا آمینو اسید بیا، اینا نمیگه آمینو اسید بیا. خب به اونا میگیم رمزه چی؟ پایان. زیرا حضور این رمزا موجبه در رنای پیک موجبه پایان یافتنه. بچه ها چه عملی میشن؟ ترجمه، نرونویسی ها،
نه رونویسی ها. برای پایان یافتن رونویسی شما توالی دیگری نیاز داشتی. اون توالی اسمش چی بود؟ توالی پایان رونویسی. و بچه ها یه تفاوت خیلی مهم، توالی پایان رونویسی رونویسی میشه، توالی پایان ترجمه ترجمه نمیشه. این سه تا ترجمه نمیشن، اینو بعد ازش استفاده میکن. رمزه آغاز ترجمه میشه، متیونین گفتیم دیگه، رمزه ای است که ترجمه از اون آغاز میشه. یعنی چی؟ یعنی ریبوزوم چجوری بفهمه بخش کوچیکش حالا بعد از کجا بشینه روی رنای فکر؟ از روی توالی هایی که هدایتش میکنن سمت اینجا، توالی ها. بله، یعنی شما ممکنه بگین خدا آیوجی هدایتش میکنه، نه، یه سری توالی های قبل آیوجی وجود داره، میگن بفرما تشریف ببر کنار آیوجی یا اون متصل به اون قسمتی که آیوجی قرار داره بشه. این رمز معرف عام نسید متیونین هست. بچه ها دقت بکنید، حفظ بکنید، متیونین توی پاد رمز چیه؟ میگم پاد رمز رو هم نگفتم، ولش کن. متیونین توی رشته رمز گذار توالیش چی بوده؟ توالی مربوط به متیونین تو رشته رمز گذار. ATG. خب و تو رشته الگو چی بوده؟ تو رشته الگو میگیم TAC. آقا TAC بعد راه اندازه؟ قطعا بعد راه اندازه، چون راه انداز ما میدونیم حداقل در سطح کتاب درستون رو نویسی نمیشه، در حالی که TAC رو نویسی میشه. به شما چی میده؟ آیو جی. بریم سراغ مورد بعدی. خب بچه ها دقت بکنید چی میگم. کار ترجمه مثل آشپزی میمونه، مثل آشپزیه، و ما بر همین اساس میخوایم پیش بریم، ببینیم چه چیزهایی نیاز داره. خب آشپزی میگیم در درجه اول یه آشپز میخواد، در درجه اول یه آشپز. یا من حالا یه جور دیگه مثال میزنم به کار ساخته ساختمون، یه بنا میخواد. بچه ها من اینجا رو ساختمون مثال میزنم، شما بگید مصداقش تو سلول چیه؟ بناش کیه؟ بنای کار ما چیه توی ساخت پروتئینی؟ بچه ها بگید ساخت پروتئین هم ایراد نداره، ولی پلی پپتید دقیقه. بناش چیه؟ ریبوزومه یا خدا میتوکندری؟ ریبوزوم. این میشه بنا. بچه ها مصالحش چیه؟ مصالح میخوای دیگه، مصالحش چیه؟ مصالحش آمینو اسید. بچه ها یه سری دون دارید اشتب میزنید. خب حالا دقت بکنید فرقونش چیه؟ فرقونش تی آر ان ای که مساله ها باش میاریم سر ساختمون، تیارنه. دیگه چی نیاز داریم؟ نقشه نیاز داریم. حالا به خانه بنایا الان نقشه نیاز ندارم، بهش یه نقشه میدی و این خونه را هر جوری خواسته در آورده، هر چیز جا جا به جا کرده و واسه خودش پیش برده، ولی به هر حال اینجا یه نقش هم ما نیاز داریم برای کارمون دیگه. اینجا مثل خونه سازی اینقدر بی در و پیکر نیست که هر کاری بتونه بکنه، میشه رنای پیک یا MRN. و دیگه چی؟ این بنای ما و حالا کسایی که اینجا کار میکنن زور که رسید غذا میخوان، انرژی میخوان، پس انرژی هم لازمه. مولکول هایی بچه ها اینا دقت بکنید مانند ATP. مثلا ما یه مولکولی داریم شبیه ATP بهش میگیم GTP، اونم یه جایی کاربرد داره، پس مانند ATP.
وقتی کتاب میگه ماننده قطع بکنید، مثل انتقال فعاله. انتقال فعال کتاب گفته بود تو سال دهم، گفته بود انرژی زیستی نیاز داره، انرژی زیستی یا مولکول هایی مانند ATP تامین میکنه. پس عوامل لازم در ترجمه، عوامل زیادی نیاز داره کتاب میگه، مثل آشپزی و چیزایی که نیاز داره. من همشا گفتم مواد اولیه، مسالش، آمینو اسیدها، ریبوزوم نیاز داره، رنای ناقل نیاز داره، انرژی نیاز داره برای تهیه پلی پپتید، بچه ها پیوند میخواد تشکیل بشه، پیوند پپتیدی، و مانند ATP مولکولای پر انرژی هستن که انرژی این کار در اختیار سلول قرار میدن. بحث بعدی که حالا یه مقدارش رو میتونیم صحبت بکنیم، ساختار رنای ناقله. بچه ها همه آرنه ها بدون استثنا یه سری ویژگی واسهشون بگید، همشون بدون استثنا یه سری جمله بگید، عبارت بگید، کلمه بگید. همه آرنه ها خب از نظر شیمیایی ریبوز دارن، یوراسیل اشتباه داره، قند ریبوزا گفت دیگه. پس همه آرنه من میتونم بگم بچه ها ریبوز دارن، همشون خطیان. حالا اون اجزارا که دیگه خیلی سراغ واضحات نری، فسفات و نیتروژن و کربن و هیدروژن و اکسیژن و اینا که میدونیم دارن. حالا بیشتر میخوام یه چیزای سخت ها بگیم. خطی هستن یعنی حلقوی نیستن. بچه ها شاخه دارن یا بدون شاخه؟ یه موردی هم یه نفر گفت بدون تیمینن، قطعا بدون تیمینن. شاخه دارن یا به صورت بدون شاخه؟ بچه ها بدون شاخه، بدون شاخه. تکرشتن یا درشته؟ تکرشته. البته میشه یه لیست کاملی تهیه کرد، ولی من همینجا روی همیناش بیشتر نمیخوام ببینم. بچه ها نکته خیلی مهم حالا اینه، آقا تک رشتن یعنی رشته با رشته مکمل نیست؟ نه، ولی 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 توی دی ان ای میگیم نه دو رشته است، دو رشته مکمله. آقا اگه رشته با رشته مکمل نیست، یعنی پیوند هیدروژنی درش مشاهده نمیشه؟ میگیم بله مشاهده میشه. این رشته میتونه رو خودش تا بخوره و در نتیجه پیوندهای هیدروژنی تشکیل بشه. بچه ها یه نکته خیلی مهم، مقایسه بکنید با ساختار اول، دوم و سوم توی پروتئین این بحث. این نکته خیلی کلیدیه. در ساختار اول پروتئین ها چی تشکیل میشه؟ پس من میتونم بگم میخوام ساختارا رو مقایسه بکنم با هم دیگه. در ساختار اوله، ساختاره، من دیگه حالا ساختارش هم نمی نویسم، وقت نداریم. اول ساختاره، اول در پروتئین چی تشکیل می شد؟ پیوند پپتیدی. پس یه جدول اینطوری می خواهم با هم دیگه مقایسه بکنیم. با چی؟ تیارنه می خواهم مقایسه بکنیم. در ساختار اوله پروتئین پیوند چی تشکیل میشه؟ پپتیدی. در ساختار اوله تی آر ان ای بچه‌ها چه پیوندی تشکیل میشه؟ فسفودیستر. فسفودیستر. بچه‌ها این پیوند پپتیدی در ساختار اول پروتئین ها چی تشکیلش میده؟ چی تشکیلش میده؟ این توسط چی انجام میگیره؟ ریبوزوم. اون توسط چی انجام میگیره؟ اون فسفودیستر توسط چی؟ رنا بسپاراز. رنا بسپاراز. بچه ها دو نوع رنا بسپاراز بگید که تی آر ان ای بتونن بسازن. دو نوع رنا بسپاراز، آفرین، پروکاریوتی و نوع سه.
پروکاریوتی و نوع سه. پروکاریوتی که ما میدونیم در باکتری این کار انجام میده، نوع سرم در مورد هسته بود. حالا ممکنه بگید آقا میتوکندریایی هم هست که اونا دیگه من واردش نمیشم. بچه ها در ساختار دوم پروتئین چه پیوندهایی تشکیل میشد؟ پروتئین هیدروژن. بچه ها یه نکته جالب، اینجا هم در ساختار دوم هیدروژنی تشکیل میشه، در ساختار دومش. یعنی هنوز به ساختار سوم یا ساختار نهایی، حالا نهایی برای پروتئین ممکنه نباشه ولی برای اون نهایی نرسید. بچه ها در ساختار سوم پروتئین چه پیوندهایی تشکیل میشه؟ یونیو، هیدروژنیو اشتراکی. من دیگه خیلی خلاصه می‌نویسم، اشتراکی هیدروژنیو یونی. نکته خیلی مهم در مورد تی آر ان ای. خب قطع شد. خب گفتم در ساختار سوم، بچه ها در ساختار سوم در پروتئین پیوندهای اشتراکی هیدروژنی و یونی در مورد تی آر ان ای چه پیوندهایی تشکیل میشه؟ اینجا هیدروژنی تشکیل میشه، پیوندهای هیدروژنی. دیگه فعلا من قلمم اینجا کار نمیکنه، پس اینجا هیدروژنی بچه ها باید در نظر بگیریم. خب اونا ببندیم و این قسمت هم دیگه یه بار دیگه فکر میکنم بارگذاری بکنیم و موضوعمون رو کم کم جمعش بکنیم. کم کم که چه عرض کنم، کلم جمعش بکنیم با این موضوع. خب بچه ها شکلا دقت بکنید، شکلا من میگذارم برای جلسه آینده چون خیلی نکته داره و نمیشه حالا همش هم اینجا مطرح کرد، پس شکلا میگذاریم جلسه آینده. فعلا اون نکاتا گفتیم و یادتون باشه که حالا این مقایسه را انجام دادیم با پروتئین. دوباره من نخواهم مقایسه بکنم، جلسه بعد در مورد این شکل توضیح بدم که این شکل تا خوردگی اولی است که اینجا دارید میبینید چه ویژگی هایی داره و این شکل حاصل تا خوردگی های مجدده. تا خوردگی های نهایی بهش میگیم شکل سه‌بعدی یا ساختار سه‌بعدی. تا خوردگی های اولیه را شما اینجا دارید میبینید و ویژگی هاش را جلسه بعد انشاءالله بررسی میکنید. خب خسته نباشین.